قدرت‌های جهان امروز شنبه در استانبول با اندک پیشرفت بسوی متقاعد ساختن جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از برنامه ضربی آن وارد روز دوم و آخر نشست با ایران شدند. برخی از نگرانی‌های سیاسی موجود که امکان داشت باعث آن شود که مذاکرات در روز اول با تمرکز توجه و مواضع قبلی آنها با سقوط مواجه شود، اما ایران با مذاکرات ادامه داد. کاترین اشتن، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی، در رأس این نشست و به نمایندگی از قدرت‌های بزرگ مثل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان قرار دارد. سعید جلیلی، مذاکره کننده از جانب ایران، با طور جداگانه با رؤسای هیئت کشورهای روسیه و چین دیدار نمود، اما نامشخص بود که آیا او دیدار با بل برونز، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی را تایید خواهد کرد یا خیر. قبلا بر روز جمعه در جریان اجلاس یک تن از نمایندگان ایران گفته بود که ایران حاضر به مذاکره در مورد هر نوع تعلیق در فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیوم در طول نشست استانبول نخواهد بود. ابوالفضل زهریوند، سخنگوی هیئت ایران در نشست استانبول، امروز گفت مذاکرات میان ایران و شش قدرت جهان در استانبول با فضای مثبت و با وجود اصرار آن مبنی بر اینکه برنامه غنی‌سازی آن قابل بحث و بررسی نیست جریان دارد و دو طرف این اراده رو نشون دادن که می توان به راهکاری برای دستیابی به همکاری فعال در موضوعات مختلف رسید. قدرت‌های بزرگ به دنبال اشاره ایران بر قصد جدی آن کشور در برقراری ارتباط در دور بعدی برای مذاکرات می باشند. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.